پرزیدنت ترامپ از متحدان اروپایی خواستار پس گرفتن و محاکمه اسبایی شده است که به داعش پیوسته و توسط نیروهای آمریکایی در سوریه دستگیر شدند. پرزیدنت ترامپ این خواست را در دو توییت پیاپی مطرح ساخت که دیشب منتشر شد. گزارش فرهاد پولادی حاوی جزئیات بیشتر است. پرزیدنت ترامپ در توییتر منتشر شده به اروپاییان این هشدار را داد اگر این افراد را تحویل نگیرند آمریکا گزینه جز اینکه آنها را آزاد کند ندارد او نوشت آمریکا از بریتانیا فرانسه و آلمان و دیگر متحدان اروپایی میخواهد که بیش از 800 ستیزه جوی داعش را که در سوریه توسط آمریکا دستگیر شدند تحویل گرفته و محاکمه کنند خلافت در آستانه سقوط است و گزینه بهتری وجود ندارد او در توییت دیگر نوشت آمریکا کارها و هزینه های فراوانی کرده است وقت آن رسیده که دیگران هزینه کنند و توانش را هم دارند ما بعد از پیروزی 100 درصد بر داعش از آنجا خارج می شویم. مایک پامپا وزیر خارجه آمریکا نیز در نیمه بهمن ما در جمع وزیران کشورهای عضو ائتلاف علیه داعش حاضر در واشنگتن در تشریح خروج نیروی نظامی آمریکا از سوریه گفته بود که یک مسئله تاکتیکی در چارچوب مقابله با این گروه افراطی است و نه تغییر در ماموریت واشنگتن آقای پامپا از اعضای اطلاف خواسته بود شهروندانشان را که به داعش پیوستن پس از دستگیری محاکمه کنند. پیوستن <applause> پس از دستگیری محاکمه کنند. از این اطلاف باید شهروندانشان را که به داعش پیوستن پس از تحویل گرفتن محاکمه و مجازات کنند. همچنین باید جلوی جریان انتقال تسلیحات مواد حساس را با افزایش امنیت مرسا و مشارکت اطلاعاتی بگیرند. در این راستا باید شبکه انتقال مالی تروریستی را هر جا که یافتن مسدود کنند. در این میان جیمز چفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه که در نشست امنیت مونیخ به سر می‌برد امروز به سوالی در مورد خروج نیروی نظامی آمریکا از سوریه پاسخ داد. ما مدام از میانه ماه دسامبر به متحدان ما گفته ایم خروج ما از سوریه ناگهانی و سریع نخواهد بود بلکه گام به گام و منظم است این خروج در راستای دستیابی به اهدافمان در سوریه همسو و همگام خواهد بود امروز در کنفرانس امنیت مونیخ همچنین معاون نخست وزیر قطر که سمت وزیر خارجه را نیز بر دارد گفت اگرچه داعش از سرزمین های اشغالیش رانده شده است اما مبارزه با ایدئولوژی داعش پایان نیفته است.